بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برخی از مفاهیم بسیار ارزشمند در دین ما، در اندیشه و آیین ما، اهمیتشون کمتر بیان شده، موجب سوء تفاهم‌های بزرگی شده. یکی از اون مفاهیمی که اهمیتش کمتر ذکر شده و هم موجب سوء تفاهم شده نسبت به دین، دین گریزی هایی رو ایجاد کرده، هم موجب سوء استفاده از این غفلت برای به بردگی کشیدن انسان ها شده، مفهوم حیاته. حیات، زندگی، بودن انسان، این چقدر ارزش داره در دین ما. یکی از جاهایی که ما میتونیم افتخار کنیم به دینمون، با زبان بین المللی بایستیم بگیم که هر کسی در عالم هر کلامی رو میتونه بسازه، خیال پردازانه، هر کلامی رو میتونه از هر اندیشمندی، از هر افسانه ای، از هر مکتب و مرامی، از هر فلسفه ای بیاره، با کلام قرآن درباره حیات یک انسان مقایسه کنیم، قطعا این کلام بالاتر خواهد بود. طوری که قرآن درباره ارزش حیات انسان سخن گفته، دست همه رو بسته برای این که بتونن حتی شبیهش حرف دیگری رو بزنن. بالاترش که دیگه اصلا امکان نداره. وقتی ما از اهمیت حیات صحبت نمی کنیم، فکر می کنن ما تو عالم آخرت همش داریم سیر می کنیم، فکر می کنن ما همش دنبال مقررات خطا کردن، خطا نکردن آدم ها هستیم، فکر می کنن ما فقط مسائل ماورایی رو داریم اهمیت بهش می دیم، ارزش براش قائلیم. نه، یه کمی درسته ما برای خدا خیلی ارزش قائلیم، فوق‌العاده، برای دستورات خدا هم خیلی ارزش قائلیم، برای آخرتمون هم خیلی ارزش قائلیم، برای اولیاء خدا هم خیلی ارزش قائلیم، اینا رو همیشه میگیم. ولی چیزی که کمتر ازش حرف میزنیم اینه که یادمون باشه ما برای حیات انسان هم خیلی ارزش قائلیم. حتی اینو باید آموزش بدیم. نمیدونم کجای دبستان و در کجای دبیرستان اون رو تکرار کنیم. حیات یک انسان خیلی اهمیت داره. این هم غباری رو از روی چهره غریب دین برطرف میکنه، که خیلی ها که اومانیستی نگاه میکنن، خیلی ها که انسانگرا هستن، خیلی ها که میخوان زمینی همه چیز رو تحلیل کنن، ارزش انسان رو به قول خودشون بالا میدونن، بدونن که ما بیش از هر اندیشه محتملی در عالم دینمون برای حیات انسان ارزش قائل شده. فقط این نیست مواظب باش جهنم نری، فقط این نیست مواظب باش بهشت بری، فقط این نیست مواظب باش خدا ازت ناراحت نشه، فقط این نیست برای دین، برای اولیاء دین فدا بشی، فقط اینا نیست، فقط حتی موضوع سعادت و شر نیست،
قبلش و در میانه همه این مفاهیم ارزشمند، حیات انسان خیلی ارزش داره. چقدر؟ آیه قرآن رو براتون بخونم. کی میتونه کجا چجوری امکان داره حرفی به این اندازه عمیق، دقیق و بلند در ارزش حیات انسان بیان کنه؟ امکان داره؟ اگه این اینو بگن که خب اینو فرموده از خداوند متعال دیگه، هر چی بگن میشه پایین تر از این. در سوره مائده آیه 32 میفرماید خداوند متعال، ما این رو قبلا هم گفته بودیم به بنی اسرائیل، من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی یه آدم رو بکشه، حیات رو ازش بگیره، انگار همه آدم ها رو کشته. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، ارزش حیات یک انسان، نه ارزش حیات انسان به طور کلی، نه ارزش حیات یک انسان معادل است با ارزش حیات همه انسان ها. خب کسی بالاتر بگه، کرات و تمام کهکشان ها رو بیار بگو ارزش حیات یک انسان از همه کهکشان ها بالاتر. ما که بالاترش رو گفتیم. کهکشان ها چی هستن که مقایسه بشن با همه انسان ها؟ انسان ها که ارزششون بالاتر از کهکشان هاست. ما هی علیه ظالمان حرف میزنیم، یادمون میره بگیم راستی ما اگر خونمون به جوش میاد اخبار میانمار رو میشنویم، حیوان میدونیم کسی رو که بی تفاوت نسبت به قتل انسان ها در اثر ظلم و فساد، انسان نمیدونیم او رو. یادمون میره بگیم که ببینید راستی ما میدونید چرا به جوش میاد خونمون؟ چون برای حیات یک انسان دین ما انقدر ارزش قائله، معادل است با حیات همه انسان ها. میگن چرا یه نفر رو میکشه قصاص میکنید؟ بابا کوتاه بیاید، حالا نمیخواد قصاص بکنید. میدونید چرا قصاص میکنیم؟ اگه یه نفر 1,000,000 نفر رو کشته بود باید قصاص بکنیم یا نه؟ بله 1,000,000 که خب پس تو شعور نداری که نمیفهمی که وقتی کسی یه نفر رو کشت یعنی همه انسان ها رو کشت. اینا اگه شعورت برسه نمیگی قصاص نباشه. ببخشید دین ما خیلی بها میده به ارزش حیات یک انسان. موضوع بحث ما مؤثرترین مفهوم در حیات بشره. گفتم اول یک کمی در مورد حیات صحبت کنیم. البته خیلی هیجان انگیزه درباره حیات بشر صحبت کردن، مثل رصد کهکشان ها میمونه. خیلی اگه این کارو کرده باشید و اگه این کارو نکردید که حتما این کارو بکنید، رصدخانه برید، خیلی هیجان انگیزه. جهان لایتناهی رو آدم میره توش سیر میکنه با چشمش، با این وسایلی که هست تو رصدخانه ها چقدر لذت میبره، شکوه و عظمت عالم هستی. خب حیات یک انسان شکوهش خیلی بالاتر از همه اوناست. لذا آدم تو مقدمه صحبتم میخواد از حیات صحبت کنه، صداش در میاد، فریاد میزنه و اینا و اینا. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چیه؟ مؤثرترین مفهوم در حیات بشر، ببخشید قبلش بذارید عرض بکنم، میدونید درباره حیات بشر داریم صحبت میکنیم؟ نه حیات تازه یک انسان، حیات بشر که هر یه دونش ارزشش معادل ارزش تمام انسان هاست. ما به حیات خیلی اهمیت میدیم،
غربیا به حیات بشر اهمیت نمیدن. به احکام حقوقیشون نگاه کنید. خیلی جاها یه قیافه ای هم میگیرن ها، اون پوزیشن انسانگرایانشون خیلی جالبه که در اوج حماقت. ابی نداره اگر ولی یه دم بگذره قصاص نکنه، یه لطفی از خودش نشون بده، یک مرتبه عالی از حیات رو به نمایش بگذاره، قاتل رو ببخشه، ولی قاتل جرمش انقدره که باید به قتل برسه. چرا؟ جرمش چقدره؟ جرمش کشتن همه انسان هاست. چند تا بمب اتم باید بزنن تا همه انسان ها رو بکشن؟ تازه همه انسان های این دوره از زندگی در روی زمین. حالا یک کسی همه رو بکشه، میخواید آیه قرآن یه بار دیگه مرور بفرمایید بعد از این و کمی بیشتر تعجب و تعمق بفرمایید که ببینید که ما یه دونه کلمه اضافه نکردیم. کسی یه آدم رو بکشه همه ی انسان ها رو کشته. البته میفرماید بی خود بکشی، از رو فساد یا از روی ظلم و فساد، یا اینکه او قاتل که نبوده، او که همه رو نکشته که چرا کشتیش؟ یعنی او کسی را نکشته چرا کشتیش؟ حیات انسان خیلی ارزشمنده. اثر تربیتی این بحث چیه رفقا؟ ما میتونیم دقیقاً 12 شب درباره ارزش حیات بشر با هم گفتگو کنیم. شما حتما توجه میفرمایید. ولی خب موضوع ما یه چیز دیگه است. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر چیه؟ من نیمی از قسمت اول صحبت امشب رو میخوام به گفتگو درباره حیات بشر اختصاص بدم. اثر تربیتی این بحث چیه؟ اثر نگرشی این بحث یکیش اینه که متوجه میشن ما چرا اینقدر به ظلمی که به حیات بشر میشه حساسیم. انسانی که دین تربیت میکنه به ظلم حساسه. حضرت امام یه بار میفرمود بهترین دعا برای رئیس جمهور آمریکا اینه که خدا مرگشو برسونه. صریح میفرمود، اسمم میبرد، میفرمود برای اینکه روز به روز داره جهنم خودش رو داغتر میکنه، زودتر بمیره، کمتر جهنم برای خودش تأمین کنه. حیات برای ما خیلی مهمه. سر یه بیگناه و داعشی ها بریدن، بعد فیلم ازش گرفتن پخش کردن. این جنایت در زمان ما رخ داد. طبق قرآن عرض میکنم همه رو سر بریدن. این کلام مبالغه آمیزه که الان من گفتم یا اندازه ها دستت نیست؟ خب ارزش دادن به حیات یعنی درک ارزشی که حیات دارد. ما نمیخوایم ارزش بهش بدیم. در دین ما تحولی رو در نگاه ما ایجاد خواهد کرد. نگاه ما به ظلم یه نمونشه. خب نگاه ما به نجات بشر یه نمونشه. خب از این بحث بگذاریم. اثر تربیتی و روحیش چی هست؟ اثر معنوی ارزش حیات چی هست؟ آدم رو شاکر قرار میده. البته دقیق صحبت کنم، آدم رو شکور قرار میده. کسی بتونه از حیات خودش، به خاطر حیات خودش، به خاطر اینکه خلق شده، از خدا تشکر بکنه، میره جزو آدمای شکور. و قلیل من عبادی الشکور، کمن اینا، جزو نابترین و نادرترین انسانهای خلقت خواهد شد. و رفقا همه شمایی که در رنج‌های زندگی
صبر میکنید. الحمدلله خدا انشالله رنجاتون هم کم بکنه، پاداش هم برای صبرهای شما عنایت خواهد کرد انشالله. بدونید اجر شکر از اجر صبر بالاتره. خب تشکر کن خدا رو به خاطر اینکه تو رو خلق کرد. اگه ارزش حیات رو میدونستیم میگفتیم خدای همین که زندم حیات به هم دادی، پا ندادی، رو ویلچر میشینم، ولی حیات که دادی. خدا حیات رو به من داده. البته میدونید اینجور آدم ها وقتی از دنیا میرن دوباره بازم موقع دنیا از دنیا رفتن هم شکر میکنن و میگن حیات بهتر گیرم داره میاد. اثر معنوی ارزش حیات اینه که انسان رو شاکر میکنه. این مقدمه اول. چرا ما دنبال مؤثرترین مفهوم در حیات بشر میگردیم؟ چون انسان فطرتاً دوست داره بهترین حیات رو داشته باشه. نمیدونم من امشب خیلی ناراحتم یا همیشه یاد این مفهوم رو میفتم خیلی ناراحت میشم. میخوام بگم خاک بر سر کسانی که یه کاری میکنن بشر دنبال بهتر کردن حیات خودش نباشه، او رو به حد اقلی از حیات قانع میکنن. و تصور من از فرهنگ منحط و رذیلانه و غیر انسانی و تفکر احمقانه و جاهلانه غربی اومانیستی که تو دنیا حاکمه اینه که زشت‌ترین کارشون اینه که بشر رو به حد اقل حیات قانع میکنن. دین چرا مشکل داره با اینا؟ بهش دین به انسان میگه ببین تو باید خیلی زنده باشی، حیات این نیست که تو داری الان شبیه جمادات داری زندگی میکنی، یک کمی از حیوانات هم زدی بالا، یک کمی تو میدونی چشم قلبت باز بشه چی میشه، گوش روحت باز بشه چی میشه، دستت ید اللهی بشه چه اتفاقی میفته، قدمت قدم خدا باشه چی کار میکنی رو کرات آسمانها، تو میدونی فهمت میتونه به کجا برسه. فلنحیینه حیاتا طیبه، به طیبه شما کاری نداشته باشید. علامه طباطبایی میفرماید اینجا خدا میفرماید اگر کسی آدم خوبی باشه من یه حیات دیگه بهش میدم که طیبه است، نه حیاتشو خوب بکنم. علامه طباطبایی میفرماید معنای حیات طیبه این نیست که همین حیاتی که داره پاکیزش میکنم. اگر این بود باید به زبان عربی جور دیگه ای خدا صحبت میفرمود. میفرمود چی؟ میفرمود من طیبه میکنم حیاتش را. میفرمود فلن نحیین نهو، یه حیات دیگه بهش میدم، اصلا اون حیات با این حیات فرق میکنه، یه بار دیگه به دنیا میاد، از رحم مادر طبیعت خارج میشه، راه میره، حرف میزنه، میشنوه، میبینه، غذا میخوره، رشد میکنه. دو تا حیات داریم تو قرآن رسمن. اون کلمه خاک بر سری که گفتم خیلی سنگین ترش شایسته اون کسانی است که انسانها رو فریب میدن به حد اقلی از حیات قانع میکنن. از اینجا دعوا شروع میشه، بیدینی از اینجا آغاز میشه. دین چی میخواد بگه مگه؟ دین میگه حیاتت ارزش داره، حیاتتو فربه کن، خیلی زنده باش، خیلی از حیات بهره ببر. خدا ناراحت میشه از بنده ای که از حیاتش
خیلی بهره نمیبره. خب معلومه شما از اولش هم از حیاتت خیلی ممنون نبودی، براش ارزش قائل نبودی که بعد بخوای فربهش هم بکنی. آدم یه زمین قیمت داشته باشه، یه خونه خیلی گرون روش میذاره، سر یه زمینی که قیمت نداره که آدم نمیره میلیاردی خرج بکنه خونه عالی بذاره اونجا، که میگه این زمین قیمت نداره، چی خونه اینجوری ساختی تو بیابون بر برهود. مؤثرترین مفهوم در حیات بشر، کی دنبال مؤثرترین مفهوم در حیات بشر؟ کسی که میخواد حیات خودش رو فربه بکنه. مشکل ما با تفکر غربی، با این فرهنگی که باهاش مقابلیم، با این تمدن پوسیده و پست، اینه که انسانها رو به حد اقل حیات قانع میکنه. و اصلا خوشبخت کیه؟ تو فیلماشون نگاه بکنید، موفق کیه؟ انسان موفق، انسان برتر کیه؟ چقدر بهره از حیات داره؟ آرزوها رو کجا میبرن؟ سقفشو نگه میدارن دیگه، براش هر کاری بکنن زشته، پسته، لجنه. اول آیات قرآن دیدید میفرماد سمون بکمون عمیون کورن کرن لالن. خب من میخوام پایین آیه کمی مناجات کنم با خدا، زجه بزنم. باشه خدای ما منافق نیستیم سمون بکمون عمیون، کافر نیستیم سمون بکمون عمیون باشیم، حالا چقدر گوشمون بازه؟ بله خب کور نیستیم الحمدلله، چون گفتید مؤمن بشه تقوا داشته باشه اولائک هم المفلحون، اینا رستگار میشن، بقیه سمون بکمون عمیون. خب من حالا سمون بکمون عمیون نیستم الحمدلله، چقدر چشمم بازه، چقدر گوشم بازه، چقدر میبینم، بکمون چقدر گنگی نیستم، زبونم بازه. میفرماید که من اگه ببینم مخلص باشه زبونشو باز میکنم، چشمه های حکمت از قلبش بر زبان جاری میکنم. چیزی که تو باید بری بخونی همینجوری میگه تو هوا، چون زبونش بازه. من سمون بکمون عمیون نیستم مثل مرده ها که توصیف کافران است. خدایا تو فرمودی در قرآن، حالا میخوام اون ورش رو ببینم، چشمم میبینه، چقدر میبینه، چقدر گوشم میشنوه، چقدر زنده، چقدر، چقدر حس میکنم امام حسین داره نزدیکی کربلا میشه، چقدر قلب مقدس امام زمان رو حس میکنم، اون قلب خیلی نزدیک منه. ایشون میتونن از ما بپرسن تو چطور حس منو درک نکردی؟ اومد گفت گاهی آقا امام صادق دلم میگیره، گاهی هم خوشحال میشم نمیفهمم برای چیه. فرمود ما اهل بیت، ما امام تو، وقتی دلمون میگیره تو دلت میگیره دیگه، وقتی ما شاد میشیم تو شاد میشی دیگه. یکم برو جلوتر، وقتی به چه دلیل امام زمان شاد میشرم میفهمی. فقط زنده باش، یکمی زندگی کن. سر چی میخوایم دعوا کنیم؟ مؤثرترین مفهوم در حیات بشر که ارزش قائل برای حیات، ولمون کن تو رو خدا. مؤثرترین مفهوم برای چی میخوای؟ میخوام حیات رو فربه کنم. برو بابا تو هم حال داری، کی دنبال فربه کردن حیاته؟ کی دنبال بهره حد اکثری از حیاته؟ رفقا یالا بعد از صحبت اینا رو به شما عرض بکنم قبل از روزه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات تعبیری گرفته شده از کلام پیغمبر اکرم درباره ابا عبدالله الحسین.
به حسین علیه السلام وقتی رسید در یکی از همین، خب نوشه دیگه میاد سمتش و اینها، فرمود ای زینت عرش خدا. ابا عبدالله الحسین 3-4 سالش بود، صدا زد یا رسول الله با وجود شما من کجا زینت عرش خدام؟ فرمود عزیز دلم، من خودم در شب معراج دیدم بر طاق عرش نوشته شده بود حسین سفینت و نجات و مصباح الهداست. تشبیه معقول به محسوس بخوایم بکنیم، اگه خدا یه تابلو زده باشه به دیوار عرش نوشته ان الحسین مصباح الهدا و سفینت و نجات، حسین نجات میده علیه السلام. از چی نجات میده؟ از ندیدنم نجات میده، از باز شدن چشم و گوش انسان، از بسته بودن چشم و گوش انسان هم نجات میده. حسین حیات میده به آدم، حیات حد اکثری بخواید، نگه من میخوام آدم خوبی بشم، برو یعنی خوب بشم، آخه ممکنه حداقل خوب شدن رو شما در نظر بگیرید دیگه. وقت میدونید خدای بهجت میفرماد میرید روزه یعنی رفتید حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چرا بچه ها انتظار ندارید هر شب حسین فاطمه رو ملاقات کنید؟ از ما گذشته، ما آدم نمیشیم، شما چین؟ پس به چه عشقی زندگی داری میکنی؟ آدم غم دلشو میگیره بعضی از زندگی ها رو میبینه، اصلا هیچ آرزوی بلندی تو زندگیش نداره. کنار بره ها هم که بری همین جوری هم، یکمی برو تو برشون، پیامبرا رو خدا همیشه میفرسته گله داری، دیدی؟ نگاهشون کن، این آرزوش چیه؟ میگه الان بخورم فعلا. میگه خب آقای بره، خانم بره، بعدش میخوایی چی کار کنی؟ میگه من در مورد بعدش فکر نکردم. خب بگو بعدش میخوام بخوابم. نه دیگه، میگه اصلا من به این چیزاش کاری ندارم. کی میبرندت مسلخ خونه؟ میگه اونا رو که دیگه اصلا فکر نمی کنم. به این میگن حیوان. تو رو خدا تفاوتمون رو زیاد کنیم. یا ابا عبدالله، من از زبون شما نمیخوام اینجوری حرف بزنم، ما شما خیلی گلید، از زبون خودم و نعوذ بالله امثال خودم میخوام بگم، یا ابا عبدالله ما وضعمون خیلی خرابه، اومدیم ولی میخوایم این دفعه رو با انتظارات خیلی بالا شروع کنیم. یعنی این دهه محرم صدای تو رو نشنویم. نگاه غریب تو رو نشنویم.